لا حول ولا قوة إلا بالله ألا علي, علي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله فبعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحسین مصباح الهدا و سفینت النجاح. موضوع بحث ما در ایام آشرا آموزه های حماسه حسین ابن علی علیه السلام و السلام بود مطالب پیرامون این موضوع تقدیم حضور شما بینندگان و شنوندگان محترم گردید امیدوارم که مورد توجه قرار گرفته باشد ان شاء الله تعالی خب به خاطر محدودیت وقت مطالب مختصر را امروز نیز در همین راستا محضر شما تقدیم می کنم اما قبل از اون نکته را می خواهم عرض بکنم و آن این است که آموزه های نهزت حسین ابن علی علیه و السلام و را نمی توان برشمرد چرا چون یکی دوتا ده تا بیست تا صد تا نیست مکتب آشورا نهزت آشورا حماسه حسین ابن علی علیه و السلام و به تعبیر امروزی یک پکیج کامل هست یک بسته نرم هست که در داخل اون تمام آموزه ها و الگوهای زندگی برای ابعاد مختلف زندگی انسان وجود دارد و می توان از آنجا استنباد کرد دلیلش هم این است که هزار و نزدیک به 1400 سال میگذرد از این نهزت و این حماسه نه تنها کمرنگ شده است بلکه روز به روز سال به سال قرن به قرن ابعاد و زوایای مختلف اون کشف و استنباط می شود پژوهشگران، محققان، اندیشمندان، قلم بدستان، خطبا و آز هرکی هر کی در هر عصر و زمانی یک زاویه جدیدی، یک الگوی جدیدی، آموزه جدیدی از اینجا استنباط می کند و این نشان می دهد که حماسه حسینی یک پکیج کامل تمام نشودنی هست هرچه حرف بزنیم در این راستا کم هست و هر کسی که بخواهد نه تنها منی یک فرد به عنوان شیعه اون فرد به نام برادر اهل سنت بلکه برای هر انزا انسان آزاد آزاد و آزادی خواه به مفهوم واقعی آزادی نه مفهوم غلط و اشتباهی که امروز در جوامع متاسفانه مطرح میشه دموکراسی غربی دموکراسی اسلامی آزادی و آزادی خواهی اسلامی در مکتب میتواند از مکتب حسین ابن علی استفاده بکند در مسائل سیاسی در مسائل اجتماعی در مسائل فرهنگی تربیتی اقتصادی خانوادگی زندگی های شخصی در داخل این پکیچ این بسته نرم افزاری که حسین ابن علی علیه السلام و السلام در سال 61 هجری تولید کرد وجود دارد و می تواند از این استنباط بکند پیروان این مکتب بنابراین آموزه های آشورا در یک دهه آشوران نه تمام می شنود و نه می رسد کسی می تواند چون در هر عصر و زمانی زاویه جدید کشف میشه الگوی جدید کشف میشود مطابق شرایط زمان و مکان میشود از این نهزت و از این مکتب این اندیشه جرف نکات را به دست آورد خب اما اون چه مهم است این است که کسی که می خواهد در زندگیش رشد و بالندگی داشته باشد تکامل و ترقی پیدا بکند ناگزیر است که بیاید در مکتب حسین ابن علی علیه السلام و السلام اینجا باید آموزش ببیند ما انسانها خداوند در وجود ما انسانها سن تا سرمایه هنگفت را در وجود ما نهفته است با این سه تا سرمایه ما می توانیم می توانیم برویم از این در این مکتبی با عظمت حسین ابن علی علیه و السلام و آموزش ببینیم و زمینه رشد و ترقی و تکامل را فراهم سازیم برای خودمان برای جامعه ما. برای کشورمان برای ملت ما برای فرزندان خانواده خودمان اون سه تا سرمایه چیست یک سرمایه جسمی داره ما هر انسانی که عبارت است از اعضا و جوارحی ما انسانها. ها خداوند چشم داد به ما تا ببینیم مشاهده بکنیم زیشتی ها و زیبایی ها را تشخیص بدهیم گوش دادن برای ما تا حقایق را بشنویم استماع کنیم زبان دادن تا با زبانمان واقعیت ها را بگوییم تا با زبانمان ارشاد و هدایت ها را در ارشاد و هدایت های را انجام بدهیم تا با زبانمان بالاخره در جامعه مستر خدمت واقع بشویم بالاخره زبان ابزار است که می توان با این ابزار خدادادی با این سرمایه عظیم خیلی کارهای مفید انجام داد و همینطور سایر اعضا و جوارح دست و پا بالاخره این سرمایه های جسمانی که خداوند برای ما قرار داده است ما باید ازش استفاده بهینه کرده باشیم تا وقتی که در اختیار ماست تا وقتی که سالم هستیم سرمایه دوم سرمایه غریزی هست خداوند شهوات را در وجود ما قرار داده است خب به هر حال اون هم نیاز فطری بشر هست نمی شود این کار کرد سرمایه سوم سرمایه معنوی هست خداوند عقل در اختیار ما قرار داده است وجدان فطرت ما که اگر ما این سه تا سرمایه را در کنار هم داشته باشیم و از اون بهره ببریم استفاده بکنیم می توانیم در مکتب آقا ابا عبدالله الحسین علیه و السلام و سلام آموزش ببینیم وقتی آموزش دیدیم اینجا رشد و نمو پیدا می کنیم رو به جلو حرکت می کنیم نماد این کسانی که از این سرمایه ای سه تا سرمایه عظیم درست استفاده کردن ما در قضیه آشورا می بینیم. این به عنوان یک آز آموزه یک الگو می عرض کنم که وقتی خدا این سرمایه ها را در اختیار انسان قرار می دهد، ما در جامعه می بینیم که افراد جامعه از سه حالت خارج نیست یا در حالت رشد و ترقی و تکامل هست یا در حالت انحطاط و سقوط هست یا در حالت رکود توقف هست خب این از کجا پیدا میشه این رشد و ترقی و تکامل این رکود از کجا پیدا میشه این سقوط و انحطاط از کجا پیدا میشه اینها از جای پیدا میشه که ما اون سه تا سرمایه عظیمی که خداوند برای ما عنایت کرده است عطا کرده است ما از اینها درست استفاده نمی کنیم اگر این سه تا سرمایه یکشان هم ناقص باشد یعنی دو تاش ما به کار بگیریم یکی را به کار نگیریم باز هم ما دوچاری مشکل می شویم در زندگی دوچار مشکل می شویم لذا برای که بتوانیم یک انسان کامل باشیم یک انسان مترقی باشیم یک انسانی که دائم رو به جلو در حرکت باشیم عقبگرد نداشته باشیم در جا متوقف نشده باشیم باید ما از این سه تا سرمایه عظیم به درستی استفاده کنیم. الگوی ما در اینجا کیست؟ آقا با عبدالله الحسین علیه الصلا و السلام. الگوی ما اصحاب و یاران آقا ابا عبدالله الحسین علیه و السلام است. اینها میتواند در این راستا الگوی ما باشد آموزه های آشورایی ما باشد دقیقا در حادثه آشورا ما همین سه نوع افراد را میبینیم یک افراد هستند که رو بروشت هستند ترقی کردند تکامل پیدا کردند و رو به جلو حرکت کردند دو افراد بودند که متوقف شدن در حال رکود به سر می بردن سه افراد بودن که منحت افرادی که سقوط کردند، افرادی که از دایره انسانیت خارج شدند. افرادی که متوقف شد چه کسانه بودند؟ آنان بودند که حتی حسین ابن علی علیه و السلام و از بعضی ها را دعوت کردند رسمی مثل قربن عبیدالله الله جوفی اگر اشتباه نکنم با دو تا حر داشتیم حر ابن یزید ریاحی اون ترقی و تکامل پیدا کرد اون به خود آمد درست است در ابتدا مسیر حضرت را بالاخره بستن اجازه نمیدادن بیاد به طرف کربلا اما وقتی در کربلا آمد اونجا روز آشورا به خود آمد اونجا متوجه شد که دارد اشتباه میکند اما یک حر دیگر بنم حر ابن عبید الله جوفی بود که اگر احیانا اسمش را اشتباه گفتم بینندگان عزیز بنده را عفو بفرماید خب اما این شخص را آقا با عبدالله الحسین دعوت کرد اما چی گفت؟ گفت حسین من معذرت می خواهم. اما اسب تیز رفتار من در خدمت شما شمشیر برنده من در خدمت شما هر نوع اگر کمکی مالی مادی میخواهی ما در خدمت هستم آقا با عبدالله الحسین علیه السلام, و السلام گفت من نیازی به اسب شمشیر شما ندارم من میخواستم شما را در این مسیر همراه داشته باشم خیلی کسای دیگر ابن عباس ابو سعید خدری و افرادای دیگر بودن که آقا با عبدالله الحسین را همراهی نکردند. البته اینها خب به هر حال با بنی امیه هم همکاری نکردن ولی درجا زدن متوقف شدن اما افرادی که رشد کرد ترقی و تکامل پیدا کرد مثل حبیب ابن مظاهرها مسلم ابن اوزجه مسلم ابن اوزجه که سند شاید به هشتاد سال میرسد میگه در بازار کوفه حبیب ابن مظاهر او را میبیند بنابرای یک نقلی میگه مسلم چه کار میکنی؟ میگه من دنبال حنا میگردم این محاسنم سفید شده است یک حنای بزنم و گفت مسلم میخواهی این محاسنت را یک حنای بزنی که در روز قیامت اهل بیت پیامبر تو افتخار کند از همون جا با حبیب ابن مظاهر همراه شد خب و اما نمادهای زیادی داریم به هر حال در کربلا که آمدن در کنار آقا ابا عبدالله الحسین علیه و السلام و اما کسانی که سقوط کردند آنها چه کسانی بودند نمونه بارزش عمر سعد بود روزی که عمر سعد در کربلا آمد آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام, و السلام هم آمد چند تا جلسه گرفتن با هم. آقا ابو عبدالله الحسین نصیحت کرد عمر سعد من و تو همبازی بازی بودیم. بچه یک محل بودیم. میشناسی مرا؟ پدرم را میشناسی؟ جدم را میشناسی؟ همه را خاندان ما را میشناسی؟ چرا آمدیش اینجا فرماندهی لشکر را به عهده گرفتی که میخوای دست خودت را به خون فرزند رسول خدا آغشته کنی میگو عمر سعد گفت حسین سکوت کرد لحظه بعد گفت حسین میدانم این حرفایی که تو میزنی من همش را میدانم اما من یک معامله را انجام دادم میخواهم سودش را ببرم حکومت رای اقا با عبدالله الحسین علیه السلام, و السلام گفت عمر سعد این قدر بگم به اون معامله بسودش سودش نمیرسی معامله باید با خدا باشد ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه حسین معامله را با خدا انجام داد اصحاب یاران حسین با خدا انجام داد رشد و ترقی کرد سعود کرد اما عمر سعد و کسان دیگر که در کنارش بود حسین را میشناختن فرصت نیست حالا انشاءالله در جلسه دیگر بیشتر خواهم صحبت کرد که چه کسان بودن اما به هر حال سقوط کردن خب انشاءالله تعالی که ما از کسان باشیم که کربلا به هر حال به عنوان نماد رشد و ترقی و تکامل به عنوان یک آموزه رشدو ترقی و تکامل سر لوحه زندگی ما قرار بگیرد انشاء الله تعالی